پس از یک دوره تلاش 10 ساله سرانجام روز دوشنبه اول ماه ژوئیه کرواسی به طور رسمی 28مین عضو اتحادیه اروپا شد. با وجود نگرانی ها در مورد مشکلات اقتصادی، مردم کرواسی یک شنبه شب این رویداد تاریخی را جشن گرفتند. یکی از ساکنان زاگرب پایتخت کرواسی میگوید در هر صورت این به نفع ما خواهد بود. عضویت در اتحادیه اروپا شاید حس مسئولیت و نظم و انضباط ما را بیشتر کند. ده ها تن از سران اتحادیه اروپا در کنار مقامات کرواسی در مراسم ویژه‌ای ورود این کشور به اتحادیه اروپا را خوش آمد گفتند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا در این مراسم گفت مدتی پیش به همراه رئیس پارلمان اروپا مارتین شولتز و رئیس شورای اروپا ما به نمایندگی اتحادیه اروپا جایزه صلح نوبل را دریافت کردیم. این دقیقاً همان ایده صلح و آشتی در اروپای متحدی است که ما در نظر داریم. دو دهه پس از جنگ بالکان که اروپا را تکان داد، کرواسی پس از اسلوونی دومین منطقه از کشور یوگسلاوی سابق است که به اتحادیه اروپا می پیوندد.